سلام همسفرهای عزیز، امیدوارم که حال تک تکتون خوب و عالی باشه. امروز ما اومدیم با بخش دو از سری آموزش زبان و میخوایم امروز در مورد آموزش زبان انگلیسی باهاتون صحبت کنیم. حتما این فیلمو تا آخر ببینید چون یه آفر عالی برای شما بیننده های عزیزمون داریم. خب همسفرهای عزیزم، ما امروز اومدیم که در مورد زبان انگلیسی صحبت بکنیم، زبانی که کاملا اینترنشنال هست و نه تنها برای سفر کردن لازمه و من و فاطمه تقریبا همه جایی که رفتیم تونستیم دست کم با زبان انگلیسی گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون، بلکه زبان انگلیسی به دلیل اینکه خیلی جاها صحبت میشه و خیلی از اطلاعات و قوانین بین‌المللی بر اساس زبان انگلیسی نوشته میشه، کمک میکنه که شما هر جا که زندگی میکنید با استفاده از زبان انگلیسی بتونید گستره و دامنه اطلاعات خودتون رو بالاتر ببرید. به طور مثال اگر شما الان برید تو سایت گوگل و در مورد مثلا بستنی بخواید یک سرچی به زبان فارسی انجام بدید، ممکنه که 100 تا یا 1000 تا آرتیکل در این مورد بتونید پیدا بکنید، ولی اگر در مورد بستنی به زبان انگلیسی سرچ کنید ممکنه 100 میلیون تا آرتیکل بیاد و حالا مثال های دیگه ای که خودتون بهتر واقف هستید. خب همونجوری که توی قسمت قبل هم خدمت دوستان عزیز گفتیم، زبان یاد گرفتن یک پروسه تموم نشدنی هست، یعنی که ما وقتی شروع میکنیم مراحل زبان آموزی رو ممکنه فردا دو تا لغت جدید یاد بگیریم، پس فردا یه گرامر جدید یاد بگیریم، روز بعدش اعتماد به نفس اینو داشته باشیم که یک فیلم یا برنامه رادیویی رو به اون زبان خارجی گوش بدیم. من دوست دارم که این نکته رو با ذکر یک مثال یادآوری بکنم به دوستان، اونم مثال در مورد زندگی شخصی خودمه. من به دلیل شرایط تحصیلی خانوادگیم از زمانی که تقریبا زبون باز کردم، یعنی سن 1.5-2 سالگی تا 13 سالگیم رو در کانادا زندگی کردم و همین موضوع باعث شد که من در کنار زبان فارسی که خب در خونه صحبت می‌کردم، زبان انگلیسی رو تو مدرسه به صورت نیتیو و انگار که زبان اولم یاد بگیرم. ولی با وجود این همچنان امروز اگر من یک کتاب به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی باز بکنم، حتما به بعضی از لغاتی برمیخورم که نیاز به رجوع به دیکشنری باشه برام. و من دلیلی که این داستان رو برای شما تعریف میکنم اینه که حتی ما وقتی یک زبان رو به صورت نیتیو یاد میگیریم، به این منظور نیست که اون زبان رو کامل بلدیم و 100% همه پیچ و خمهای اون زبان رو بلدیم. من این مثال رو براتون تعریف کردم که به شما دوستان عزیز انگیزه بدم که ما نباید هیچ موقعی دیسکورج بشیم یا انگیزه خودمون رو از دست بدیم که چرا کامل یک زبانی رو بلد نیستیم. اگر امروزمون بهتر از دیروزمون هست و یک کلمه گرامر و یا اعتماد به نفس جدیدی رو به دست آوردیم، همون خودش نشونه پیشرفته و یعنی مسیر رو داریم درست پیش میریم. در راستای همین داستانی که امیر حسین براتون تعریف کرد، حالا من میخوام در مورد خودم بگم. خب من زبان مادریم فارسی و تو ایران بزرگ شدم و وقتی میخواستم زبان انگلیسی یاد بگیرم، هیچ وقت سعی نکردم که خودم رو با امیر حسین مقایسه کنم. چرا؟ چون که اون توی محیط دیگه بزرگ شده بود، با اون زبان کاملا بزرگ شده بود، نه مثل من که میخواستم اون زبان رو یاد بگیرم. و به خاطر همین هیچ وقت خودم رو با امیر حسین مقایسه نکردم. تلاشم رو کردم، زحمتم رو کشیدم، زبان رو هم یاد گرفتم، ولی هیچ وقت انتظار از خودم نداشتم و ندارم که این یک کسی که نیتیو اون زبان هست صحبت کنم. من میگم به خاطر اینکه همونطور که امیر حسین گفت، ما میخوایم کار خودمون رو راه بندازیم، با اون زبان صحبت کنیم، امرار معاش کنیم و نیاز نداریم که لزوما 100% اون زبان رو مثل اون آدمهایی که اونجا زندگی میکنن و بزرگ میشن یاد بگیریم. همین که شما بتونید کارتون رو راه بندازید خودش خیلی امتیاز مثبتیه. پس اگه انگیزه تو از دست دادی برای خوندن زبان به خاطر این چیزهای ریز، اونا رو بذار کنار رو دوباره شروع کن. خب الان من میخوام یه سری مثالهایی رو براتون بزنم که مثالهای متداول آموزش زبان انگلیسی هستن. یعنی چه شما توی ایران کلاس برید و بخواید زبان انگلیسی رو یاد بگیرید، چه خارج از ایران، این روش ها رو اگر انجام بدید کمک میکنه که شما سریعتر و بهتر اون زبان رو یاد بگیرید. خب همونجوری که فاطمه گفت و همونجوری که توی قسمت قبل صحبت کردیم، یکی از راه‌های تقویت لیسنینگ و اسپیکینگ شما دیدن فیلم و یا سریال هست که خب طبیعتاً در زبان انگلیسی مثال‌ها و گزینه‌های زیادی داریم برای انتخابش.
من به شخصه دو تا سریال رو میتونم توصیه بکنم که از خیلی ها شنیدم وقتی زبان انگلیسی یاد میگرفتن خیلی بهشون کمک کرده و حتی خود من وقتی که این دو تا سریال رو نگاه میکردم دایره لغاتم خیلی تقویت شد. یکیشون اسمش هست سریال فرندز یا دوستان و اون یکی اسمش هست بیگ بنگ تئوری. اینا در 12 تا سری مختلف که هر کدوم بین 15 تا 24 قسمت هست تقسیم شده و خب در طی این زمان شما ارتباط نزدیکی هم با اون چندین نفری که تو فیلم بازی میکنن برقرار خواهیم کرد و خب داستاناش هم به قدری جذاب هست برای کسایی که دوست دارن زبانشون رو تقویت کنن که شما مرتب برمیگردید به سریال و یکی مثل من و دوستای نزدیکم حتی شاید بیش از یک بار، حالا نمیگم چند بار، ولی بیش از یک بار این سریال رو دیدن. البته خب سلیقه ها متفاوته و خب مثلا فاطمه ترجیح میده که یک سریال دیگه ای به نام سریال سوتس ببینه. سریال سوتس هم یک داستان خیلی جذابی هست در مورد دو نفر که وکیل هستن و در نیویورک کار میکنن و اون هم دوباره برای تقویت زبان انگلیسی میتونه خیلی مفید باشه. مهمتر از این که شما چه سریالی انتخاب میکنید اینه که یک سریالی انتخاب بکنید که به شما انگیزه بده و شما رو برگردونه سر اون فیلم. اینجوری حتما زبان شما تو لیسنینگ، اسپیکینگ، دایره لغات و حتی گرامر میتونه تقویت بشه. مثال دومی که میخوایم براتون بیاریم مثال یوتیوب هست. یوتیوب یه شبکه هستش که کلی فیلم های آموزشی، حتی جذاب یا شاد، هر مدل فیلمی که شما در نظر فکر بکنید توش هست و شما اگر مثلا بخواید یه چیزی رو بخرید میتونید ریویو هاش رو ببینید. شما مثلا میخواید زبان انگلیسی یاد بگیرید میتونید در مورد زبان انگلیسی بزنید، کلی فیلم های آموزش میاره. میخواید نمیدونم در مورد فضا، در مورد کره زمین، هر چیزی که بخواید اطلاعات به دست بیارید میتونید سرچ کنید و فیلم مورد نظرتون رو پیدا کنید و ببینید. من خودم اول خیلی با یوتیوب دوست نبودم و خیلی ارتباط برقرار نمی‌کردم. وقتی که تصمیم گرفتم به صورت جدی زبان انگلیسی رو یاد بگیرم شروع کردم به دیدن یوتیوب با سرچ کردن فیلم‌های آموزش زبان انگلیسی. من حدود یک ماه مداوم مثلا روزی یک ساعت تو یوتیوب بودم و فیلم های یوتیوب رو می دیدم. بعد از یک ماه میتونم به جرات بگم که سطح زبان من اگر اینجا بود مثلا سطح دو بود شد سطح سه. خیلی تقویت کرد زبان منو و در این حال خیلی کمک کرد به این که من حالا اون نکاتی که بلد نبودم تو زبان انگلیسی رو بهتر یاد بگیرم. و حالا لزوما زبان انگلیسی شما نیاز نیست مثلا سرچ کنید. شما مثلا اگه میخواید یه چیزی رو خرید کنید، مثلا یک وسیله رو میخواید خرید کنید، میتونید اونجا سرچ کنید، ریویو هاش رو ببینید، هم ببینید که آیا این وسیله خوب هست یا نه و یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داشته باشید و میتونید سرچ کنید و هم کلی لذت ببرید و هم کلی زبانتون رو تقویت کنید. خب در کنار دیدن فیلم و سریال و یا دیدن فیلم‌هایی که رو سایت یوتیوب هست، میریم سراغ مواردی که میتونه رایتینگ و ریدینگ شما رو تقویت بکنه که اون هم خوندن کتاب، روزنامه یا آرتیکل هایی هست که آنلاین هستن. به طور مثال همونجوری که توی قسمت قبل گفتیم شما اگر یک کتاب داستان، رمان یا حتی کتاب علمی هست که مطلبش رو از قبل بلدید یا به زبان فارسی اون رو مطالعه کردین میتونین معادل اون رو به زبان انگلیسی پیدا بکنید و خب چون که این موضوع رو از قبل بلد هستین برای شروع میتونه خیلی کمک بکنه و به شما اعتماد به نفس شروع کردن مطالعه یک مطلب به زبان انگلیسی باشه. در کنار این خب شما روزنامه و این چیزها رو هم میتونید در سایت های آنلاین، حالا از روزنامه های معتبری که تقریبا همشون سایت آنلاین دارن پیدا بکنید و اونا رو هم مطالعه بکنید. اگر که زمانی فکر میکنید که یک متنی نوشتین و از لحاظ گرامری نیاز به اصلاح و یا تعدیل داره، قطعا تو سایت گوگل اگر سرچ بکنید میتونید ابزارهای خیلی خیلی متنوعی پیدا بکنید که شما متن رو اونجا آپلود میکنید یا وارد میکنید یا تایپ میکنید و میتونه غلطهای املایی و یا گرامری شما رو به شما نشون بده و کمک بکنه که براتون اصلاح بکنه. الان میخوام برای یه عده مثال بزنم که دوست دارن امتحان زبان بدن و یا نیاز دارن که امتحان زبان بدن. اول بگم که ما دو تا امتحان متداول داریم که افراد وقتی میخوان دانشجو بشن یا اینکه میخوان برن توی یه کشور دیگه کار کنن و نیاز به امتحان زبان دارن میتونن دو تا امتحان بدن. یکیش امتحان آیلتس هست و یکیش امتحان تافل هست.
حالا من امتحان آیلتس رو دادم و اینها کتابایی هستش که من زمانی که میخواستم امتحان آیلتس بدم خریدم و کامل خوندمشون و اینها کتابایی هستن که مثالهای امتحان آیلتس توشون هست، امتحان واقعی آیلتس توشون هست که شامل 12 تا کتاب میشه. من 6 تا از اینها رو کامل خوندم که تو هر کتاب شامل 4 تا امتحان کامل هست که اینها رو اگر قبل از امتحانتون انجام بدید خیلی کمکتون میکنه و 3 تا کتاب دیگه هم که شما خیلی کمکتون میکنه قبل از امتحان آیلتس، یکیش Vocabulary for IELTS هست، یکیش Grammar for IELTS هست. اگر این کتاب ها رو بخونید خیلی کمک میکنه که شما بهتر و عالی تر امتحانتون رو بدید و انشالله قبول بشید. خب همسفرای عزیز، ما براتون مثال زدیم که برای تقویت اسپیکینگ و لیسنینگ چه کار بکنید، برای تقویت ریدینگ و رایتینگ چه کار بکنید، برای تقویت گرامر چه کار بکنید و در نهایت برای ارزیابی خودتون میتونید چه امتحانهایی رو بدید و چه جوری برای اون امتحانها آماده بشید. ولی خب در کنار این بد نیست که آدم به فکر این باشه که بتونه خودش رو در یک مجموعه آموزشگاه‌های آموزش زبان انگلیسی ارزیابی بکنه و تو اون دوره‌ها شرکت بکنه و اگر یک اسکیل خاصی رو باید یاد بگیره اونا رو تقویت بکنه. در طی تهیه این دوره ما شروع کردیم با چندین تا از این آموزشگاه‌ها صحبت کردن و ما دوست داریم که امروز شما رو با یک عزیز دیگه معرفی بکنیم به نام آقای فهیم نیا که یکی از مدرسین زبان انگلیسی و فعالان تدریس انگلیسی در اینستاگرام هستن. ما با آقای فهیم نیا خیلی صحبت کردیم که برای شما همسفرای عزیزی که دوست دارید زبان انگلیسی یاد بگیرید یک تخفیف ویژه بگیریم. آقای فهیم نیا لطف کردن روی پکیج‌های آموزشیشون که قیمتش 396 هزار تومان بود تخفیف 20% دادن که میشه 320 هزار تومان و اگر از طرف پیج ما برید بهتون این تخفیف رو میدن. حالا این پکیج ها چطوریه؟ آقای فهیم نیا 3 تا پکیج آموزشی دارن، پکیج پایه، متوسط و پیشرفته که شما میتونید آنلاین برید داخل سایتشون و اول امتحان ترین سطح بدید ببینید کدوم از این سطح ها هستید و اینکه بعد برای حالا هر کدوم از این سطح ها ثبت نام کنید. دوره هاشون شامل گرامر، اصطلاحات، کلمات، اسپیکینگ و ریدینگ هستش. هر کدوم از این دوره ها که شما براش ثبت نام میکنین شامل 420 دقیقه مطلب هست که میشه 14 قسمت نیم ساعته که شما دوستان عزیز میتونید از امروز به مدت 1 ماه با خود پیج آقای فهیم نیا که این زیر میذاریم تماس بگیرید و تو سایتشون تعیین سطح بدید و موقع ثبت نام فقط بگین که از طریق ما پرژن تراولرز اومدید و ایشالله که این قدم خوبی باشه برای آموزش زبان انگلیسی شما. خب امیدوارم که این سری رو هم دوست داشته باشید و منتظر قسمت بعدی آموزش زبان باشید. ممنون که تا اینجا فیلم ما رو دیدید. فعلا خدافظ.